خب درود ویژه از عزیزانی که امروز با ما هستن. به هر حال آقای رامین حسین پناهی و دو تن دیگر تروریست های احزاب پانکورد یا به قول معروف کردنما امروز به دست عدالت سپرده شدند. میگم عدالت به خاطر اینکه در بخش کردستان این گروه ها نه تنها جنایت کردن، بلکه در 100 سال گذشته باعث فقر اقتصادی در این مناطق بودن. این جریانات با کارهای تروریستی که در مناطق مرزی ما در غرب کشور انجام دادن باعث شدن که سرمایه گذاران بترسن اونجا بیان کاری رو انجام بدن و خود مردم کردستان رو، به خاطر اینکه خیلی از اینها به زور میان به مردم کردستان میگن که شما نباید زبان پارسی یاد بگیرید، نباید تلویزیون نگاه کنید و اجازه نمیدن کسی پارسی صحبت کنه و اینها همه عواملی میشه باعث عقب افتادگی مرزنشین های ما در بخش غرب کشور ما. امروز در هر حال اینا اعدام شدن. در مورد اینکه اینا چه جنایت هایی کردن اینقدر اسناد، ببینید کسی بخواد حقیقت رو بفهمه اینقدر اسناد ریخته که حقیقت رو میفهمه، کسی هم که بخواد خودش رو فریب بده اون یه بحث دیگریست. اسناد زیاده، همه مسائل روشنه و نکته ای که وجود داره اینه که امروز اینها به هر حال به دست عدالت سپرده شدن. من در مورد چگونگیش و اینا کاری ندارم، منتها بعد دیدم صحبتایی رو آقای امجد حسین پناهی، برادر بزرگتر رامین حسین پناهی، کردن. صحبتای ایشون رو پخش میکنم و در کنار صحبتای ایشون بهتون میگم که ایشون چگونه خون برادر خودش داره دوعت، حالا خونش که ریخته نشد چون به خاطری که دار میزنن دیگه، تیرباران که نیست، یعنی حتی خونشون هم ریخته نشده، ولی به هر حال چگونه از مرگ برادر خودش داره از این نمد کلاهی درست میکنه برای خودش. گوش کنیم چیا میگه. متاسفانه رامین اعدام شد. خبری که همکنون به ما از طرف قوه قضاییه مسئولین زندان تایید شد و متاسفانه شب گذشته رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد، در زندان رجای شهر اعدام شد. رامین جوان 24 ساله کردی که به جرم آزاداندیشی و دموکراسی خواهی بازداشت شد، نهایتاً در دادگاه در همینجا میگه رامین جوان 24 ساله کردی، یعنی ایرانی نیست دیگه. چرا داری به فارسی برای ما میگی؟ مگه کردی نیست؟ مگه شما کردستان رو خارج از ایران نمیدونید؟ مگه نمیگی کردستان خودش یک کشوره؟ وقتی که عزیز دلم آقای حسین پناهی گرامی شما میگی جوان 24 ساله کردی، یعنی بس ایرانی نیست دیگه. مگه الان من مثلا بچه گیلان هستم، خانمم آذریه، مگه ما میگیم جوان گیلانی امید دانا، جوان آذری مثلا بانو زرین کلا، اینا رو که نمیگیم، مشخصا میگیم ایرانی هستیم. شما خودتون ایرانی نمیدونید، پس چرا به فارسی داری برای ما برنامه صحبت میکنی؟ این یک مورد. مورد دوم میگه 24 ساله، بچه 24 ساله اسلحه دستش چیکار داشته؟ تازه الان که امروز اعدام شد 24 سالش بود دیگه، قبل از اون چند ساله بوده که چند ساله ایشون داره؟ ایشون از سن 16 سالگی تو حزب تروریستی کموله است. جنایات کموله که دیگه اصلا ببخشید مثل روز روشنه. در جنگ ایران و عراق پشت حزب بعث وایساد، چقدر از جوانای ما رو سر بریدن و و و و و. پس 24 ساله برای چی باید اسلحه داشته باشه؟ بر آیا جوان 24 ساله که اسلحه دستش میگیره به صرف این که 24 ساله است مجرم نمیتونه باشه؟ خب بچه 24 ساله وقتی که اسلحه دستش میگیره میتونه یه آدم 50 ساله رو بکشه، 60 ساله رو بکشه، یه کودک 10 ساله رو، مهم نیست چند سالشه، مهم اینه که اسلحه دست گرفته. شما موقعی که در جبهه جنگی نگاه نمیکنن آقا حریف شما، سربازان روبروی شما، دشمن چند ساله است، به این نگاه میکنن سلاح دست گرفته یا نه، و اگر سلاح دست گرفته چه سلاحی در دستش هست. ایشو کلاشینگوف گرفته، ببخشید تیروار داره تو فیلم ها که بهتون نشون میدم، بهتون نشون میدم با تیروار کار میکردن، کلی از سربازان لب مرز ما رو اینا کشتن، جانشون رو گرفتن. که در بخش سوم من کلیپی رو از این بخش ها میخوام نشون بدم، منتها در بخش اول نه، چون یه مستندی هست که در آخرش میخوام براتون ارائه بدم. بنابراین آقای امجد پناهی شما دارید مغلطه میکنید. حالا ادامش. دقیقی به حکم ناروای اعدام محکوم شد و امروز امشب اعدامش کردن. به عنوان خانواده حسین پناهی رو به جامعه جهانی، افکار عمومی در کل ایران و کردستان تقاضا داریم از این جنایت جمهوری اسلامی نگذارن و ما را در این بحره از زمان تنها نگذارن.
رامین جوانی بود که در برای انسانیت، عدالت اجتماعی، اشاعه دموکراسی. ببخشید، اشاعه دموکراسی. من اولین کسی بودم در سال 2000، یعنی همون دقیقه که یک سال پیش که ایشون دستگیر، بیش از یک سال پیش وقتی که دستگیر شد، دقیقاً 7 روز بعد برنامه ساختم، گفتم حواستون باشه که میخوان از این داستان آقای رامین حسین پناهی از این نمد کلاه گشادی برامون درست کنم بزنن سر خودشون، و اشاره کردم که آقا این مسئله رامین حسین پناهی ببینید چه پروپاگاندایی خواهد شد، برای که بتونه نشون بدم کجاها رو بعضی وقت ما میبینیم. بخشی از برنامه یک سال خورده یه پیش من، دقیقاً یه هفته پس از بازداشت رامین حسین پناهی که هنوز خیلی ها تو باغ نبودن، براتون نشون میدم که چگونه اینا اصلا، این فیلمی که نشون میدم فیلم کمیابی است. اوایل خود همین پانکورت ها در شبکه های خودشون میذاشتن، بعد که من این برنامه رو ساختم حواسشون جمع شد و این قضیه رو ماسمالی کردن دیگه نذاشتن. شما نگاه کنید این برنامه 2 سال پیش منه، اجازه بدید حسین پناهی دارن پخش میکنن، عکس پخش میکنن، داری که این کلیپاش اصلا خندم گرفته بود، یه دختره داشت میخون و خودشون هم پخش کردن، بعد اونا تو تلویزیونای همین تلویزیونای تروریستی منتشر کردن و در این تلویزیون تروریستی دکلمه صدای این دختری که داره از گل و بلبل میگه میگه، و فیلمی که داره نشون میده فیلمیست که رامین حسین پناهی رو به همراه تیربار رو اینا نشون میده. خیلی جالبه واقعا، اینا خیلی به هم میاد. اینو نگاه کنیم برمیگردیم. بازوان ترد و نملاکش رو میگوشود از کمرگاه کوهی که تو را به یاد خواهد آورد. این تیرباره، این آقای رامین حسین پناهی تا دندان مسلح. این فیلمی که دارم بهتون نشون میدم بعدن اینا ورداشتن، خود آقایین پانکورد احزابشون بعد این فیلم رو ورداشتن. این دقیقا بعد از اینکه من اینو پخش کردم ورداشتن با انواع و اقسام تیربارها. حالا اون خانم تجزیه طلب داره براش دکلمه میگه. به هنگامی که عرق ریزان گلوی بریده ی گردن ای را بالا می آمدی و نان و لبخندش را به تصاف. آخه این جوان 24 ساله، این جوان 24 ساله برای دموکراسی داشت می جنگید. مطمئنه نه اکیت حالا دموکراسی رو با اینجور مسلسل ها میان اشاره میدن. خب بی تقصیل می کردی. تو را به یاد خواهد آورد شامگاه، تو را به یاد خواهد آورد شامگاه، تو را به یاد می آورد رامین جان. خب حالا این دقیقاً برای چه زمانی است من اینو ساختم؟ اینو من دقیقاً همون یک هفته پس از بازداشت این آدم که دیدم دارم پروپاگاندا میکنن، اسلحه رو رو کردم تو همین برنامه. من این کلیپو دیگه پخش نکردم. شما این کلیپو میدونم خیلیاتون ندیده بودید از آقای رامین حسین پناهی. بنابراین آقای امجد الان باید پاسخ بده آقا جان این چجوریه؟ شما دموکراسی دارید گسترش میدید، این تیرباره حرف حساب چیه؟ ما رو مسخره کردید؟ خب حالا ادامه. دست به مبارزات مسلط‌آمیز زد. دست به مبارزات مسلط‌آمیز زد. شوخی میفرماین. حالا خب تیربار و اسلحه و اینا فیلماشه که خوب اوایل حواستون نبود، خودتون پخش کردید. ما که نداشتیم، ما کجا آوردیم؟ خود شما احزاب تروریستی کرد پخش کردید، بعد جمهوری اسلامی اومد یه سری چیزا رو روی کرد. اول از همه خودشون پخش کرده بودن. دست به مبارزات مسالمت جویانه، جالبه. عدالت اجتماعی، اشاعه دموکراسی، دست به مبارزات مسلط‌آمیز زد. جمهوری اسلامی با اتهامات کذب وی را محکوم به اعدام کرد و نهایتاً اعدامش کرد. ما یک بار دیگر تاکید میکنیم رامین در درگیری مسلحانه بود و نه وجود حضور داشته. خودتون میدونید در این 14 هست چی گفت؟ ما یک بار دیگه تکرار میکنیم رامین، بذار دقت کنید، خیلی جالبه. کم به اعدام کرد و نهایتا اعدامش کرد. ما یک بار دیگه تاکید میکنیم رامین نه در درگیری مسلحانه بود و نه در درگیری مسلحانه بود. در اون حد در چه حدی؟ میگه رامین حسین پناهی در درگیری مسلحانه نبود تا اون حد، مگه حد و حدود داره؟ پس بوده دیگه. نمیگه رامین حسین پناهی در
درگیری مسلحانه ابدا نبود. میگه در اون حد نبود، یعنی کم کش. بنده خدا 24 سالش بود دیگه، دستش رسید 3-4 تا از این سربازای بیگانه ما رو لب مرز کشته بود. اون حد نبوده که ما در کموله اصلا افت داره برامون که مثلا بگن آقا 4 تا سرباز سر بریدیم. ما در حزب کموله باید هر یک کمولهی تا پایان مرگش حداقل 10 سرباز بیگانه رو سر بریده باشن. رامین که نه در درگیری های مسلحانه بود تا اون حد، تا اون حد که نکشته بود 3-4 تا سرباز کشته بود. بابا به کجا بر میخوره 3-4 تا سرباز بیگناهی که لب مرز بودن؟ ببینید اینا مسخره بازی دموکراسی است. و این حرفایی که آقای امجد حسین پناهی میزنه، چون من در اروپا هم قوانین رو خیلی خوب میدونم، اگر یک تیم حقوقی پشت این داستان باشه، آقای امجد حسین پناهی به خاطر کارهای تروریستی، اشاعه کارهای تروریستی و مشروعیت دادن به کارهای تروریستی تحت پوشش گفتمان دموکراسی خواهی بایستی محاکمه بشه در اروپا. ایشون مجرمه آقای امجد حسین پناهی. همین جملهش در دادگاه میشه ازش استفاده کرد. چی گفت؟ رامین نه در مبارزات مسلحانه بوده تا اون حد. یعنی چی تا اون حد؟ یعنی چی تا این حد؟ حد نداره که، اسلحه دستش گرفته، اسلحه بگیر تو همون آلمانی که هستی، همین آلمانی که الان خیلی هم بعد از جنگ جهانی دوم سوسول شده، خیلی هم گلوبالیسته، اسلحه دستت بگیر. آقای امجد حسین پناهی اصلا اسلحه چیه؟ اشاعه بده، تشویق بکن کسی اسلحه بگیره، بعد بگو تا اون حد که نبوده. قبل از اینکه بگی تا اون حد نبوده، همین دولت آلمان چنان چوبهایی تو آستینت میکنه که نفهمی از کجا اومده، از کجا در رفته. تا اون حد خب حضور داشته. خودتون میدونید در این 14 هرگاه اعتراضاتی در ایران وجود داشته، یکی از فعالان سرشناس رو قربانی کرده، یکی از فعالان سرشناس اومد بگه کردی، بعد گفت زایت بس بقیه هم داشته باشیم، یکی از فعالان سرشناس اینجوری که قربانی کرده. فعال سرشناس رامین حسین پناهی تا قبل از بازداشتش، آقای امجد چه نوع فعالیت سیاسی داشته که سرشناس بشه؟ یک بچه‌ای به قول خودتون 24 ساله فریب خورده، اسلحه به دست، مغزش رو شستشو دادید؟ واقعا آدم دلش میسوزه. بالاخره این رامین ها در جغرافیای سیاسی ایران به دنیا میان، بالاخره هموطن ما هستن. مغز این بچه رو شستشو دادی؟ این بچه اومده اسلحه دستش گرفته، ولی فعال سرشناس کجاش فعال سرشناسه؟ رامین نخبه است، رامین معلمه، چه میدونم ریاضیدانه، رامین نظریه پردازه، رامین سخنگوی جایی بوده؟ نه عزیزم، یک مزدور تروریست در یکی از احزاب تروریستی بوده، سرشناس نبوده. که بعد از دستگیریش شماها اومدید از جان این بچه سوء استفاده کردید. و نکته جالبی بگم، خیلیاتون نمیدونید برادر همین آقای رامین حسین پناهی و امجد حسین پناهی، آقای کیه؟ بذارید بهتون نشون بدم. آقای افشین حسین پناهی است. اجازه بدید. آقای افشین حسین پناهی همین فرد، ایشون برادرشونه، دارید میبینید دیگه، بذارید درست کنم. برادر ایشون به اعدام سالها پیش محکوم شده بود، همین آدم. بعد ایشون گفت من غلط کردم و فلان کردم و تبرئه شد از نظر اعدام. الان بهش حبس ابد دادن و گفتن اگر رفتارت هم خوب کنی، بیشتر همکاری کنی، از اعدام در میای. به خاطر اینکه ایشون فقط عضو بوده، یعنی البته اینم اشتباهات جمهوری اسلامی، خود تحت فشارم قرار گرفت، ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که این فرد چون کسی رو واقعا اسلحه دست نگرفته بود، در دفاع از حزب کموله به صورت سیاسی داشت فعالیت میکرد، مقاله مینوشت، فلان میکرد. خب برادرتونه دیگه، چطور برادرت اعدام نشد؟ برادر بزرگترتون اعدام نشد آقای، دقیقا واقعا نامش هم برازندش افشین، آقای افشین حسین پناهی چرا اعدام نشد؟ به خاطری که آقای افشین حسین پناهی به هر حال توی حکومت دیدن که آقا داره به هر حال فعالیت
تبلیغی کرده. هرچند من باز معترضم، اینجور افرادی که کارهای تروریستی میکنن اشد مجازات، حالا اشد مجازات در یک کشوری حبس ابد، در یک کشوری به مانند نروژ 25 سال زندانه. اینکه میزان حکم چقدر باید باشه، من چون حقوقدان نیستم واردش نمیشم، ولی اشد مجازات کسی که کار تروریستی یا تبلیغ تروریستی میکنه. ولی برادر خودتون اعدام نشد آقای امجد حسین پناهی، برادر کوچیکترتون اسلحه دست گرفته، کلی از سربازای بیگناهی ما رو ترور کرده، اصلا برای چی اومده بود دوباره ایران؟ اومده بود برای یک عملیات تروریستی که شما خودتون، حالا بهتون خواهم گفت، شما نیمه کاره گذاشته بودی، بعد فرار کردی آلمان. خب حالا ادامه، عافیت باشه. رامین جوانی بود، به مردمش عشق داشت، علیه حکم اعدام مبارزه می کرد، در دفاع از زندانیان سیاسی کوشا بود. از این رو ما انتظار داریم که مردم ایران، مردم آزادی خواه ایران و کردستان، فعالان مدنی، مردم آزادی خواه ایران و کردستان، یعنی کردستان جدا از ایران دیگه، در وقتی میگه خب نمیگه مردم آزادی خواه ایران، میگه ایران و کردستان. حالا بعضی وقتا طرف اگه زمینه فکری نشوشه میگیم خب حالا مثلا لفظی اومده، زمینه فکری دارن چون پرچم درست کردن برای کردستان، از این نظر میگه. من این ردبولم هم از جای اخی در آوردم، برای همین ازش همینجوری آب میشه، که اینم گفتم بگم که وقتی ور میدونم برای همین با احتیاط میخورم. پس مردم آزادی خواه ایران و کردستان، خب اجتماعی، نهادهای حقوق بشر. به به نوید عزیز، بانو نسرین، جناب جهانی، یارانی که به ما پیوستن، کاوه عزیز، بانو کتی عزیز، حسین کریمی، درود به شرفتون. به این جنایت بزرگ جمهوری اسلامی اعتراض کنن و نگذارن خون جوانان دیگری در این آب و خاک ریخته شود. ببخشید جوان که هیچی، جوان پیر نداره، هر کسی که اسلحه تو دستش بگیره، نه ایران، در کل کشورهای کره زمین، آخر عاقبتش همینه دیگه. شوخی ندارن که تو آمریکا الان اسلحه دستت بگیری بری تو خیابون چیکار باید میکنن؟ اصلا به محاکمه کار نمیکشه، تو همون خیابون خلاصت میکنن. مگه نکردن؟ الان تو آمریکا که اسلحه خیلی میگیرن، میگه به امید اینکه هیچ وقت این اتفاقات نیفته، نه هر زمان که اسلحه بگیری به امید اینکه خیلی زودتر از این حرفا طرف محاکمه بشه، نه اینکه اجازه بدن از یک تروریست قهرمان درست کنن، به امید روزی که تروریست ها خیلی زود به مجازاتشون برسن. تأکید میکنم رامین بیگناه پای چوبه ای دار رفت، اما آره عمه من، تو اون عکسای پایینی که دارید میبینید اسلحه دستش گرفته، اون عمه منه، اسلحه هایی که گرفته این آقای رامین حسین پناهی، فکر بد نکنید این اسلحه هایی که گرفته برای آدم کشی نبوده که، عروسی که میگیرن این اسلحه رو برمیدارن تیر هوایی میزنن. بیگناه بود حیوانکی، قبول نداری؟ از امجد حسین پناهی بپرس. قهرمانانه رفت، قهرمانانه رفت، رذیلانه هم رفت، به خاطر که 10 تا کلیپ داد بیرون دروغ گفت. قهرمانانه میدونی یعنی چی آیا امجد؟ یعنی که سرشو بگیره بالا بگه من عضو حزب کموله بودم، با افتخار این عقیدم بوده، با افتخار دادم 4 تا، شما اینجوری میگید دیگه، سربازه بیگناه ایرانو میگید مزدور، با افتخار 4 تا از مزدوران جمهوری اسلامی رو هم کشتم. اگر اینجوری بره بهش میگیم قهرمانانه رفت، اینجوری که نرفت قربونت برم 10 تا کلیپ از زندان دارم، من به خدا کسی رو نکشتم، من به خدا حالا نکردم، تو خدا مردم ایران، حالا کسی که ایرانی ها رو فحش میدن، چون این حزب کموله، این حزب کموله میگه گور پدر ایران، ما خودمون اینجا پرچم داریم، ما خودمون فلان داریم، برگشت چیکار کرد؟ کلی اومد التماس کرد و حالا اینجا ایران شناس شد برای ما، تا الان به ما ایرانی ها میگن آریایی رو با عین می نویسن بیشرف ها، کوروش بزرگ ما رو مسخره میکنن، میگن ما یه پرچم دیگه داریم، شماها آدم نیستید فلان. حالا که تو بحث جونش بود، تو خدا از مردم ایران میخوام که برای من هشتگ بزنن، از مردم ایران میخوام برام فلان کنن. این که قهرمانانه نیستش که، قربونت برم. گرفتنش ایشون هم سر حرفش وای نستاد، حتی کار شما هم حتی همین الان سر حرفتون نیستید. قهرمانانه این که بگه آقا جان من حزب کمولم، من رفتم 4 تا مزدور این حکومت رو با تفنگ کشتم، الانم عفو نمیخوام، با افتخار میرم پای چوبه دار، این میشه قهرمانانه؟ اینجوری که نرفت قربونت برم. خب این با سرود انقلابی و با سرود انقلابی، نه سرود ای ایران، چون ایران رو قبول ندارن. سرود انقلابی منظور چیه؟ سرودهای دوزاری حزب کماله که
عموماً مارکسیستی است، چون این خانواده همه مارکسیستی هستند. با یک سرود مارکسیستی هم میگه رفت. حالا کجا میدونی با سرود مارکسیستی رفت؟ تا کجا میدونی موقع اعدام تو شلوارش خیس نکرده باشه؟ کجا تو میدونی این با سرود انقلابی رفت؟ اینم که خالی بندید. خب با قلبی سرشار از دوستی و انسانیت پای چوبه دار رفت. خب درود باشه. درود باشه. حالا درودی هم شدن برای ما. و نکته جالبی که دیدم که آقای رضا پهلوی، خیلی جالبه این رضا پهلوی ما، اینکه حالا من این پاسخهای آقای رامین حسین پهلوی رو در آخر یه مستندی بعد از این صحبتم میذارم، دیدم که فعالان حقوق حشر و فعالان رسانه‌ای مثل این مهد کودک مناطق پوریا زراعتی، واقعا چقدر چندشاوری آقای زراعتی، دیدم همه اینا دارن سینه زنی میکنن رامینو کشتن، رامینو فلان کردن. شما هر کی اسلحه بگی تو همون کشوری که هستی، تو انگلیس، سوئد، اسلحه دستت بگی، با پلیس سوئد که دیگه ما خیلی مهربان‌ترین پلیس دنیا سوئد دیگه عزیزم. همین 4-5 هفته پیش، نه بیشتر از یک ماه بود، همین 5 هفته پیش یه جوانی که از نظر ذهنی مشکل داشت با یه تفنگی اومده بود توی خیابون که تفنگ اسباب بازی بود، اسلحه اسباب بازی، پلیس بهش دو بار هشدار میده، بعد این بچه رو از 10 کیلومتری شما ببینی معلومه که بنده خدا از این قیافه میافش یه مقدار مشکلات ذهنی داره. پلیس توی ترسید بهش شلیک کرد کشتش. اسلحه اسباب بازی داشت آقای رامین حسین پهلوی، اون اسباب بازی نبود که، قربونت برم. بعدم که رفته بود در ایران دوباره کار تروریستی کنه. این از آقای پوریا زراعتی و مابقی فعالان حقوق حشر و رسانه‌ای بی‌شرف ما، اپوزیسیونه تا مغز و استخون خائن ما. حالا عموم این اپوزیسیونی که سنشون با بعضیاشون بخش سن بالا رو دارم میگم، اونایی که در زمان شاه بودن من میفهمم، چون بیشترشون کمونیست بودن، فدایی خلق بودن، در آخر جز این جک و جونورای ضد شاه بودن دیگه. حالا اونام اگه دفاع کنن از رامین حسین پهلوی باز من میفهمم، چون اون زمانم دفاع میکردن. ولی دیدم رضا دیبا بیانیه داد. این بیانیه آقای رضا دیباست، خیلی جالبه برای من. یعنی آدم بعضی وقتا تا مغز و استخونش آتیش میگیره همینجاست. اجازه بدید. این بیانیه آقای رضا دیبا، نوشته که ضحاک زمان از کشتار جوانان ایران. عزیزم این خودش اصلا ایرانی نمیدونه، آقای لقمان و این زانیار مرادی و آقای رامین حسین پهلوی خودشون ایرانی نمیدونن آقای رضا. حالا آخر جالبه، ضحاک زمان از کشتار جوانان ایران زمین سیر نمیشود. آقای رضا پهلوی همین یک جمله، حالا تا بقیهش هم برم خود حالشو بگیرم بعد. یعنی من فقط باید این آدمو تا اونجایی که میشه زایش بکنم تا از این حرفا نزنم. آقای رضا پهلوی داری میگی جمهوری اسلامی رامین حسین پهلوی رو اعدام کرد، ضحاکه، درسته؟ پس پدر تو هم ضحاک بوده دیگه، پدر بزرگت هم ضحاک بوده. طبق آماری که ما وقتی که بگیریم از تاریخ ایران، پدر و پدر بزرگ شما از تروریست های تجزیه طلب اگر بیشتر از جمهوری اسلامی نکشتن، کمتر هم نکشتن. وقتی که پدر شما وارد شد در مهاباد، یعنی ارتش شاهنشاهی مشخصا منظورمه، با آقای قاضی محمدی که تسلیم شد چیکار کرد؟ تسلیم شد قاضی محمد، قبل از اینکه ارتش شاهنشاهی برسه اسلحه رو زمین گذاشت، تسلیم شد با برادران خودش. چیکار کرد؟ بهتون بگم خیلیاتون شوکه میشید، اصلا محاکمه شون نکرد، محاکمه صحرایی کرد، همون دقیقه اعدام کرد. باز اگر اون فرم هایی که شما دارید میگید، باز دمش گرم جمهوری اسلامی یه محاکمه ای کرد که البته از نظر شما دمش گرم، من درگیریم با جمهوری اسلامی اینه که خیلی با این جریانات تروریستی هم مدارا میکنه، طبق نرم های بین المللی دارم عرض میکنم، هر کی هم دوست داره از من شکایت کنه در هر دادگاهی من اینجا حاضر میشم تا ببینم که چجوری آقای رضا دیبا و آقای امجد حسین پهلوی و خیلی دیگه از این جور افراد دارن از تروریست جماعت حمایت میکنن. پدر شما آقای رضا دیبا بنابر گفته شما ضحاک عالم بوده دیگه. اگه اینه، اگه صحبت اینه، کم مگر همین حزب کموله مگه زمان شاه درست نشد، تأسیس نشد؟ مگه زمان جمهوری اسلامی تأسیس شده؟ حزب کموله زمان پدر خود تأسیس شد تو دهه 50. به چه منظوری تأسیس شد؟ حزب کموله تأسیس شد که سربازان شاهنشاهی رو بکشه. تو الان برای ما برگشتی تسلیت میگی؟
توفت شرف نداشتت بگم بعد ناراحت میشن این هواداره رضا باز احمقت. چقدر آدم باید بی‌ناموس و بی‌شرف باشه هوادار این پسرک باشه. ما بودیم یک زمانی، ولی ببخشید زمانی که میفهمی طرف خائنه و ادامه بدی خائنی دیگه، کسایی که از این دارید دفاع میکنی خائنید، به خون تک تک آقا سربازای جمهوری اسلامی رو قبول نداریم بنده خدا که همشون مردم عادی هن که سربازای لب مرز قبول نداریم، میگی سپاه رو کشتن اوکی، به خون سرباز شاهنشاهی چی؟ اونم قبول نداری تو هوادار رضا؟ احترامی برای خون سرباز شاهنشاهی قائل نیستی؟ آقا حزبی که آقای رامین حسین پناهی بود در درجه اول آقای رضا دیبا از مردم و از مردم کردستان و سپس سربازان شاهنشاهی زمان پدر خودت قتل عام کرد. توف تو شرفت. ادامه صحبتاش هم دوست دارم بهتون نشون بدم که بدونین ما واقعا با کی طرفیم. نوشته که پلیدی و تباهی و تباهی درونش به ما یه خود چیز نوشتم یه خود دوره، تباهی درونش به مارهایی میماند که هرچه بیشتر از خون و مغز بذارید یه خود بزرگ کنم من چون نمیبینم، یه خود دوره برای من اوکی آلاش، به مارهایی میماند که هرچه بیشتر از خون و مغز جوانان بخورد گرسنه تر میشود. ضمن ابراز همدردی با خانواده رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، به ویژه مادران داغدارشان، تاکید میکنم که ملت ایران این جنایت را فراموش هرگز فراموش نمیکند. آن روز که درفش کاویانی بار دیگر در میهن برافراشته شود، روز دادخواهی مادران عزادار ایران خواهد بود. بیشرف حالا برای ما ایران شناس شد از واژه درفش کاویانی استفاده کرد. موقع ایران ستیزی همشون یه دفعه میرن در پوشش ایران گرایی، شد درفش کاویانی. تا الان میگفت دموکراسی اینا، حالا شد درفش کاویانی. خب جالبه. برای اینکه آیه رضا دیبا اون خانواده هایی که آقای رامین و حسین پناهی برادرشون و حزب اینا به قتل رسوندن اونا آدم نیستن؟ بذارید نام یکی رو اشاره کنم. خانم سمیرا حسین پناهی که احتمالاً شاید هم نسبتی داشته باشن با همینا، عموش جز کسانی بود که میگه ایران نباید تجزیه بشه و جز کسانی بود که از پیشمرگاهای مسلمانی هستش در اون منطقه که از مرزهای ایران محافظت میکنه. میدونید که آقای امجد حسین پناهی رفت که ایشون رو ترور کنه و ایشون تو دسترس نبود، برادرزاده 14 ساله ایشون رو به نام سمیرا حسین پناهی رو به رگبار بست؟ و میدونید رامین برای کار ناتمام برادر خودش وارد ایران شد که آقای حسین پناهی که هم فامیل خودشون هم هست ترور کنه؟ میدونید حزب کمال تا الان چند بار ترور کنه؟ آقای رضا دیبا برای خانواده سمیرا حسین پناهی هم شما تسلیت میفرستی؟ گور پدر جمهوری اسلامی. ولی یه مستندی بهت نشون میدم، این حرف مردم کردستانه. این مستند عزیزان یه 9 دقیقه خواهد بود، یاران در اینستاگرام که خب احتمالا نتونن استفاده کنن، ولی یاران در فیسبوک چون بعد میذاریم در یوتیوب براشون قابل استفاده است. این بخشو با این مستند میبندم که حالا شاید همش هم پخش نکنیم، فقط تا جایی که لازم باشه و بهتون نشون بدیم که چگونه این افراد دارن به ما خیانت میکنن. این مستندی است از جنایت آقای امجد حسین پناهی با اسناد و مدارک که خیلی مستند خوبیه، همه باید ببینیم. اجازه بدیم من اینو درست کنم. بله. یه خورده دیگه درستش کنم. خب مستند رو میبینیم. یه 7-8 دقیقه هست اینو ببینید تا جنایت اینا رو بهتر بدونید. جایی هم نرن عزیزان، امشب بمونن، دو بخش آینده بسیار مهمتره. من صدای خودمو میبندم که مستند رو بتونید قشنگ بشنوید. سال پیش امجد حسین پناهی از طرف گروه تروریستی کموله مأموریت یافت تا به محل تولدش در روستای قروچای از توابع سنندج برود و یکی از همروستایی های خود را به اتهام طرفداری از جمهوری اسلامی ترور کند. اما سوژه‌ای که قرار بود ترور شود در خانه نبود،
امجد و دیگر اعضای کومله، سمیرای 14 ساله، برادرزاده او را در حیات خانه به رگبار بستند. شب با خواهرم سمیرا، سارایا خواهرم و دخترمون تو خونه نشسته بودیم، شام می‌خوردیم. یه صدای جر و بحثی از بیرون اومد. سمیرا خواهرم گفت می‌خوام برم بیرون ببینم صدا از چیه. رفت بیرون، پاشو گذاشت تو حیاط، یعنی از در خونه که رفت بیرون، رفت بیرون، بعد صدای تیراندازی شروع شد. درسته تو حیات نبودم، ولی صدای گلوله الانم تو مغزم. رفتم جلوی در، دیدم که خواهرم افتاده، تمام بدنش خونی شده. اولی نفر مامانم در حیات رو وا کرد، اومدید خواهرمو که دید افتاده بود و داشت ازش خون میومد، اومد و بغلش کرد، جیغ و داد کرد. همسایه ها کلن همه محله رفته بودن تو این حیات. درست تشخیص نمیدادم که خواهرم، نه، اینقدر تو خون غرق شده بود که اصلا شبیه سمیرا نبود. بعد خیلی سخت بود با خان. تیر پرتاب کرده بودن تو خونه، 5 تاش به خواهرم خورده بود. یکیش جلوی سینه‌اش، یکیش پاش، یکیش سرشانش، بعد دیگه هم فکر کنم اینجاش قلبش. آخرین تیره خورده بود به اینجای سرش و همون تیر بود که باعث شده بود که تموم کنه. دیم سمیرم لدست او، سمیرم لدست او، کنیش یفره عقل و مؤدب لنا مردم، فره خاص و یفره عقل و رفتاری درسی لمدرسه، حتی عیسی معلمگان هر لیرنی ولی همیشه ناو یوان، ولی کان ایتس فره سخته بو کارا مناله و بدبختی گاره که دانه خوانه ناس عواج ربیب لنا معلقه خود بخاطر چه لسر حیچی دای پای تیر آواج را شهید یان کرد، فرست سخته حتی او روژه بمرم لبیر ما نچه اتوان. من و سمیرا 2 سال با هم فاصله داشتیم، بعد مثل یه 2 تا دوست با هم همیشه درد دلامونو پیش هم میگفتیم. وقتی که از دستش دادم یه شوک خیلی عجیب به هم دست داد. من تا 1 سال اصلا نمیتونستم نه بیرون برم نه با کسی حرف بزنم، خیلی سخت بود برام، اصلا باورش نمی کنم. تا منم روزی که بمیرم فراموش نشدنی واسم این خاطره. اگر عدالت بیا اطلاع سعالی گندم او کسب کده واحد کنچه منی کشت، ایتر رایتر دواره براغانی نه هنرده و دواره بگیان مرد می بگونه بلا کنیش که اگه منیش بکوشن دانه تر هر کنیش گم برد لبینیم برد.
صبح پیاده شد. مثل همون دستمون بود. بزرد از بزرسی با ماشین رفت شد. ما پیاده شدیم دفتیم برای کن. دیگه رسیدیم اونجا تو ماشین نشسته میدونم که نه بهمون تیه نازی شد. بهمون تیه نازی شد. یه دازی ماشین وایستاد. من دیدم که همون که بهزر بیر شده. تیه بیش خوده بود. دیگه همه تیه اندازی کرد. منم تیه اندازی کردم. سلام تیه اندازی کرد. ولی کسی اون ندیدیم. مثلا هیچ یعنی تو خیلی تاریک بود. فقط می دیدیم مثلا نور تیه می اومد. مثلا آتیش تیه می اومد به طرف. این نمیدون بعد از چند دقیقه تیه اندازی اینا همه دم تیه اندازی نکرد. همه دم دیگه تمام شد. تاریخ خونبار گروه تروریستی کموله گواه جنایتی است که تاریخ نظیر آنها را به ندرت ثبت کرده است. قتل و سرقت از طلافروشی در بانه به عنوان مصادره انقلابی، انفجار بمب در میان جمعیت در شهرستان مهاباد و به خاک و خون کشیدن ده‌ها زن و کودک، ترور یک روستایی در دیوان دره، اخاذی و آدمربایی و ده‌ها اقدام تروریستی باعث گردیده تا از کموله به عنوان یک گروه ورشکسته و آبروباخته در میان مردم منطقه یاد شود. اما تا زمانی که این گروه‌های تروریستی در میان دولت‌های غربی حامی و هواخواه داشته باشند، یقیناً این تراژدی‌های انسانی پایان نخواهد یافت. بله دوستان عزیز، این اسناد، این چیزا اینقدر زیاده، اگر جمهوری اسلامی رو که ما قبول نداریم، ولی برید نگاه کنید، برید با مردم کردستان صحبت کنید، ببینید چند نفر اینا تا به امروز کشتن. اون وقت آمد نیوز میاد برای ما امروز برای رامین حسین پناهی پست گذاشته که آی آقا اینا شهیدن، این آهنگ برای رامین حسین پناهی آمد نیوز. بعد بهشون میگیم تجزیه طلب، میگن نه ما تجزیه طلب نیستی. راست میگن، شما تاج سری تجزیه طلب نیستید که شما میهن پرستر از مایید. ماها مأمور جمهوری اسلامی این ورانوریم، ماها دنبال نابودی ایرانیم، شماها عاشق ایرانید، اسلحه دست گرفتید، هر غلطی میخواید بکنید به اسم مبارزه با جمهوری اسلامی، ولی 100 ساله دارید این کارو میکنید. آقا جمهوری اسلامی 40 سال اومده. من میخوام بدونم حزب آقای رامین حسین پناهی چرا سال 50 تاسیس شد؟ چرا در زمان پادشاه فقید تاسیس شد؟ آقای رضا پهلوی، شما یک بار به جان باختگان ایرانی و سربازان شاهنشاهی که توسط حزب مطبوع آقای رامین حسین پناهی ترور شدن و جان خودشون رو در راه وطن باختن تسلیت فرستادید که امروز برای این تروریستا تسلیت فرستادی؟ شما لیاقت هیچی رو نداری آقای رضا پهلوی، ننگت باشه. برای همین ما به درستی در جایگاه پادشاهی هستیم. تو بزرگترین دشمن ایران و پادشاهی و مردم ایرانی، تو داری از تروریستا دفاع میکنی. این حقیقته. جواب خونه این سمیر، آقا میگیم جمهوری اسلامی دروغگو، این خانواده هایی که دارن صحبت میکنن دروغ میگن. آقا اصلا این فیلمو قبول نکن، برو تحقیقات مستقل کن در کردستان، ببین چند نفر اینا کشتن تا به امروز. مردم کردستان ببین چند نفر رو کشتن. بارها اومدیم ارائه دادیم، برید به خود مردم کردستان، توده مردم کردستان برید تحقیق کنید، برید چند نفر رو کشتن. اومدن یارو رو بکشن، بردرزاده بیچارهش رو 14 سالش به رگبار بستن. چنان حیوان هایی هستن و اینا باید محاکمه بشن. مشوربختانه اراده ای نیست در بین این آقا. ببینیم وقتی که من میبینم هیچ تفکیکی بین مبارزه با جمهوری اسلامی و ایران ستیزی قائل نمیشن، خیانت رو تا جایی میبرن که کنار تجزیه طلب تروریست میایستن، خیانت رو تا جایی میبرن که برای یک تروریست تجزیه طلب، البته خود رامین حسین پناهی قربانی این تفکره، خودش قربانی این حزب کموله است. حزب کموله فقط نمیان مردم رو ترور کنه، خود تروریست های این حزب هم قربانی هستن که ریشه کل این جریانات 100 ساله است. برای نابودی ایران مغزشون رو پوزش میخوام پر از پهن کردن، انقدر که مغز اینا رو شستشو دادن. شما یک تجزیه طلب تروریست باش صحبت کنید، اصلا بجز فوشای خیلی شدید رکیک زیر شکمی که چیزی نداره برای گفتن، مغز پهنه، نمیتونی باشون چهار تا کلم درست صحبت کنی. الان هم که آقای رامین حسین پناهی اعتراف خودشونه،
داره میگه که من اومدم اسلحه گرفتیم. راست داره میگه، اسلحه دستش بود دیگه، تیراندازی کردیم اینا. برای خاله بازی که اسلحه دست نمیگیرن، کسی که اسلحه دست میگیره تصمیم گرفته قبل از گرفتن اسلحه، پیش از اینکه دست به اسلحه ببره تصمیم اینو گرفته که دست ببره. خب این خیانتی بود که اینا انجام دادن. من به روان تمام کسانی که توسط حزب کماله و این احزاب پانکورد قربانی شدن، به ویژه خود ایرانیان کردنشین، کردنشینان ایرانی در خطه کردستان که توسط همین آقای رامین حسین پناهی و خانوادهش خیلی از عزیزانشون از دست دادن، امیدوارم که اشد مجازاتی که امروز برای این جوان فریب خورده اتفاق افتاد، دل آرامی براشون باشه، تسکین روحی باشه که بتوانن غم از دست دادن عزیزانشون رو به مانند سمیرا حسین پناهی رو بهتر درک بکنن. شخصا هم حاضرم هر کسی اگر دوست داشت فکر میکنه حق با اونه، طبق قوانین بین المللی در هر دادگاهی وایستم تا ببینم که چگونه یه با وقاحت در خیابانهای اروپا میتینگ میذارن و عکس آقای رامین حسین پناهی رو بالا میبرن. این خیلی برای من جالبه. به هر حال این بخش برنامه رو میبندم، امیدوارم که عزیزان براشون قابل قبول بوده باشه و مورد توجهشون قرار بگیره.